مسلم آمد یار مرا دل افروزی. چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزی مسلم یعنی قطعی حتمی و یار من یعنی زندگی خداوند مرا یعنی انسان را نه فقط مرا به عنوان فرد خاص تمام انسان ها رو دل افروزی یعنی دل افروختن روشن کردن دل گرما دادن به دل هوشیار کردن مرکزمان بالا بردن هوشیاریمون و چه عشق داد مرا فضل حق فضل حق یعنی بخشش خداوند که همراه با دانش است یعنی بخشش دانش خداوند زندگی چه عشقی داد به من این چه عشق برمیگرده به این که قبلا من یه عشق دیگه داشتم و شما میدونین چرا میگه چه عشق داد مرا چون قبلا طبق این شکل هایی که به شما نشون میدم الان وقتی وارد این جهان شدم عشق چیزها را داشتم پس فضل حق هوشیاری حق دانش حق نه دانشی که من از این جهان میگیرم از طریق همان، همانیدگی ها میگیرم اون نه بلکه اون دانشی که در اثر فضاگوشایی از زندگی میگیرم پس معلوم میشه این عشق عشق به چیزها نیست پس عشق به چیزها که ذهنم نشون میداد از من رفت اونا دیگه مرکزم نیستن و من با زندگی یا خداوند یکی شدم چه عشق داد مرا فضل حق زهی روزی روزی اینه نه اون غذایی که من از چیزهای این جهانی میگرفتم که ذهنم نشون میداد و در مرکزم بودم و از طریق اونها هم میدیدم اما چرا میگه مسلم آمد برای اینکه به ما بفهمونه که ما اشتباه هم فکر میکنیم چیزهای این جهانی هست که حتما و قطعا دل ما را رو روشن خواهد کرد برای همین شب و روز دنبال اینا هستیم چرا فکر میکنیم اینا زندگی ما رو روشن میکنند دل ما رو روشن میکنند عشق آدم هایی که با ذهنمون دوست داریم یعنی من ذهنی ما اونا رو دوست داره اونا ما رو خوشبخت میکنه و این خوشبختی رو دانش و و عقلو میشه از جهان گرفت برای همین ما توجه به حرف بزرگان نمیکنیم یه چی از سخنانی که از بزرگان میتونیم بشنویم همین یه بیت و بیت های دیگه پس میبینید همینطور که بارها من توضیح دادم انسان به صورت هوشیاری بی فرم که فرم نداره چرا که مرکزش خالیه وارد این جهان میشه و چهارت خاصیت زندگی ساز رو که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت هست از خود زندگی میگیره خداوند میگیره ولی وقتی وارد این جهان میشه بارها گفتیم پدر مادرش جامعه میگن که برای بقای تو در این جهان این چیزها لازمه مهمترینش پوله که باید داشته باشی ولی این چیزهایی که تو ذهنت میبینی مثل همسرت، پدر مادرت، خواهر برادرت، فامیلات و همینطور شغلت و دانشت و مقامت و باورهایی که ما به شما میدیم اینا عوامل بقا هستند و ما اشتباها اینها رو میذاریم مرکزمون در واقع اونا که وارد مرکز ما نمیشن فکر اونها و اینکه این, این فرم های جدید که به صورت فکره در مرکز ما قرار میگیره معنیش این است که هوشیاری ما رو جذب خودش میکنه یعنی همین هوشیاری زندگی و عدم رو که داشتیم به جاش میشینه. آدم فعلا پنهان میشه و این چیزها آشکار میشن و ما اینا رو میذاریم مرکزمون و از طریق اینا جهان رو میبینیم. بله ببخشید یه چیز تکست داده که تصویری کمی تاریخ فعلا همین هست تصویر حالا اگر تاریک هست بعدا درستش میکنیم فعلا نور رو نمیتونیم دست بزنیم بله داشتیم میگفتیم که به این ترتیب که مرکزمون به وسیله جسم ها اشغال میشه و این جسم ها فرم های فکری هستند ما شروع میکنیم به گرفتن عقل، حس و هدایت و قدرت از این چیزها و بر حسب عینک اینها جهان رو میبینیم و بنابراین فرض میکنیم یا باور میکنیم که دل ما رو این چیزها روشن خواهند کرد غافل از این که دل ما را اینا تاریک میکنن اینا جسم هستند برای این که دل ما روشن بشه باید دل ما مجددا عدم بشه خب ما به عقب نمیتونیم برگردیم این چیزها هم مرکز ما رو اشغال کردند و ما به زبان این اجسام که هوشیاری جسمی است حرف میزنیم گذاشتن این چیزها در مرکزمون سبب میشه که ما به وسیله فکرهامون بین این جسم ها که از جنس فکر هستن حرکت کنیم حرکت فکر که باش همانیده هستیم بین این فکرها یا نشستن روی این چیزها به صورت پرنده هوشیاری یه تصویر ذهنی ایجاد میکنه که اون همون من ذهنی هست منی که در ذهن ما فکرهای ما منعکس شده و انسان ها فکر میکنن که من ذهنی اصلشونه ولی اگر ما بر حسب اشاری جسمی فکر کنیم و فکر کنیم اینها دل ما رو روشن خواهند کرد و گرمای زندگی رو به ما خواهند داد میبینیم که نمیدند و بزرگانی که این موضوع رو فهمیدند و فهمیدند که باید مجددن مرکز رو عدم کنم و دوباره از جنس زندگی بشند به ما مثل مولانا میگن که توجه کن این تو به طور قطعی فرض کردی که هرچی بیشتر بهتر زندگی تو رو روشنتر خواهد کرد این غلطه و در این بیت میگه مسلم آمد یعنی این که قطعی تو فکر کردی اینا دلت روشن میکنن غلط هست اگر میخواین بدون که به طور قطعی چه چیزی دل ما رو روشن میکنه اون یار منه یار من ما میدونیم که این چیزها نیستند در این جهان هیچ چیزی نمیتونه دوست ما باشه یار ما باشه چرا شما میبینین که اینها از بین رفتنی هستند و مرتب عوض میشن اون یاری که دائما با ماست و عین ماست و خود ماست همون خود زندگی است که قبلا اون بودیم و با ماست و این زندگی یا عدم بین به صورت همین سکوت شنو یا عدم بین هوشیاری امتداد خدا در ما هست همیشه با ما هست مثلا ما اگر درست فهمیده باشیم داریم عقیده رو عوض میکنیم که این چیزهایی که در مرکز من هستند و شاید هم فهمیدم که اینها به من زندگی نمیدن دلم روشن نمی کنند اینا به من درد میدن و به تدریس میبینیم که زندگی ما دردناک شد ما یه آدم دردمند هستیم و یه فضای درد در ما زندگی میکنه الان دیگه